در هفتمین برنامه از رشته برنامه‌های موانع اجتماعی گفتگو در ایران از مانع دیگری بحث خواهیم کرد. بی‌نیازی معرفتی از گفتگو. اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه‌های پیشین از بی‌نیازی اجتماعی از گفتگو صحبت کردیم. این بار نه از بی‌نیازی اجتماعی که از بی‌نیازی معرفتی حرف خواهیم زد. اگر بی‌نیازی اجتماعی راجع بود به اوضاع و احوال اجتماعی و ساختار یک جامعه، بی‌نیازی معرفتی حاکی از اون دسته از اندیشه ها و عقاید و آرا و معرفت هایی است که به ما میگن شما نیازی به شنیدن دیگری ندارید و حتی اگر لازم شد که دیگران رو بشنوید نیازی به گوش دادن به دیگران ندارید، یعنی قرار نیست شما چیزی رو بپذیرید یا چیزی رو تغییر بدید، چون همه چیز درباره درستی و نادرستی، درباره راستی و ناراستی و درباره خوبی و بدی و زیبایی و زشتی و همه چیز در چنگ شماست. شما به چیز دیگری نیاز ندارید. اگر چنین اندیشه هایی وجود داشته باشند، یک مانع بزرگ برای کسانی محسوب میشن که پیرو به اندیشه هستند. مانع بزرگ برای اینکه اونها وارد یک گفتگو بشند. و اگر عده کثیری در یک جامعه پیرو چنین عقایدی باشند، خوب یا بد اون جامعه مجال اندکی برای گفتگو براش باقی میمونه. اما ببینیم که این دسته از معرفت‌ها اصلاً قرار است از چه چیزی دفاع کنند، یعنی قرار است چه چیزهایی رو به عنوان حقایق ازلی و ابدی جا بزنن که پیروانشون رو وادار بکنن دیگه به دیگران گوش فرا ندن یا نشنوند اونها. ما به طور کلی از سه دسته از معرفت ها و آگاهی ها و ادراکات میتونیم حرف بزنیم. آگاهی هایی که مربوط است به اینکه چه چیزی هست و چه چیزی نیست و چگونه هست. اسمش رو میذاریم حقیقت. آگاهی ها در مورد حقیقت. در مورد اینکه در جهان چه چیز هست، چه چیز نیست یا چگونه هست و یا چگونه نیست. دسته دیگری از آگاهی ها وجود دارن که درباره درستی و نادرستی است. یعنی اینکه چه چیزی خوب است و چه چیزی بد. چه کاری یا چه حرفی رو نباید انجام داد یا نباید زد و چه کاری و چه حرفی رو باید انجام داد یا باید زد. اینها رو اسمش رو میذاریم اخلاق. و دسته دیگری از آگاهی ها وجود دارن درباره زشتی و زیبایی. چه چیزی زشت است، چه چیزی زیباست، چه چیزی پسندیده است، چه چیزی ناپسند است. از نظر ذوقی و زیبایی شناختی. این دسته از آگاهی ها مربوط است به آگاهی های زیبایی شناختی. این سه دسته از آگاهی ها اون دسته از معرفت ها و ادراکاتی هستند که اگر پیروان یک ایده و عقیده و معرفت باور کنند که همه چیزها رو در این باره میدونند، اون وقت نه نیازی به دونستن حقیقت دیگران دارند، نه نیازی به دونستن اخلاقیات دیگران دارند، نه نیازی به دونستن ادراکات زیبایی شناختی دیگران، چون تصور میکنند همه اینها در نزد اونها حاضر است و به این ترتیب اونها نیازی به شنیدن دیگران ندارند. از همینجا رابطه این نوع از معرفت‌ها با گفتگو هم معلوم میشه. چون ما در گفتگو، یعنی در اون دو شکلی از گفتگو که مورد نظر این برنامه هست، یعنی تفاهم و توافق، به دو چیز نیاز داریم. یکی این که بخوایم دیگری رو بفهمیم و ببینیم او چگونه فکر میکنه یا دیگران چگونه فکر میکنن و چه می اندیشند، و یکی این که بخوایم با دیگری به توافق برسیم. وقتی از تفاهم صحبت میکنیم، یعنی جایی که ما نیاز به فهمیدن دیگری داریم، این فهمیدن برای چیست؟ برای اینه که ما ببینیم آیا بهره‌ای که او از حقیقت، یعنی درستی و نادرستی چیزها داره، همون است که ما داریم؟ آیا نیاز هست که من بفهمم که او چگونه فکر میکنه، درباره چه فکر میکنه و درباره اون چیزهایی که فکر میکنه چگونه فکر میکنه و چه چیزهایی رو درست و نادرست میدونه، خوب و بد میدونه و همینطور چه چیزهایی رو زشت و زیبا. اگر من احساس کنم که من همه چیزهایی رو که در این باره وجود داره میدونم، در واقع نیازی به شنیدن دیگری ندارم. ممکنه دیگری حرف بزنه و من بشنوم، ولی گوش نمیدم، دل نمیدم، چون قرار نیست چیزی از او یاد بگیرم. من اون چیزهایی رو که باید یاد بگیرم یاد گرفتم و در نزد خودم دارم. جنبه دیگری از گفتگو هم همونطور که گفتم مربوط میشه به توافق، یعنی جایی که ما مذاکره میکنیم برای اینکه
چیزها تغییر کنند، یا موضع من تغییر کنه یا موضع دیگری تغییر کنه. اما اگر قرار باشه اون چیزهایی رو که من در مورد حقیقت، در مورد اخلاق و در مورد زیبایی میدونم چیزهای ازلی و ابدی فرض بکنم، دیگه قرار نیست اونها تغییر کنه و بنابراین مذاکره امریست بیهوده، چون مذاکره وقتی صورت میگیره که قرار است یکی از طرفین مواضعش رو جرح و تعدیل کنه و بلکه گاهی اوقات هر دو مواضعشون رو تا حدی جرح و تعدیل کنن. اما اگر موضع فعلی من موضعی باشه که قبل از مذاکره شروع شده و قرار بعد از مذاکره هم همون باشه، چیزی در من تغییر نخواهد کرد. بنابراین مذاکره بیفایده و بیحاصله، خصوصا اگر از طرف من از قبل بدونه که قرار نیست من تغییر کنم، بدونه که قرار نیست من از چیزی دست بردارم. خب ما میدونیم که در جامعه ما اندیشه هایی هستند که مروج این نوع از ایده ها و عقاید هستند در مورد زیبایی، اخلاقیات و حقیقت. اینها نه فقط در سنت فکری ما وجود داشتند، بلکه به سنت فکری ما وارد هم شدند. ما در واقع دو منبع برای این نوع از ایده ها و آگاهی ها در جامعهمون داریم. یکی سنت فکری خودمون هست که در طول این قرون اخیر عمدتاً با سنت اسلامی آمیخته شده، یعنی سنت اسلامی که چه در شکل سنت کلامی چه در شکل بنیادگرایانه امروزی خودش فرض بر این است که همه حقیقت رو میدونه، همه مسائل اخلاقی رو میدونه و همه چیزهایی رو که در مورد زشت و زیبا هست میدونه و به این ترتیب پیروانش رو بر این باور استوار میکنه که اونها به شنیدن دیگران نیازی ندارند. اون چیزهایی رو که درست هست در مورد حقیقت و اون چیزهایی که در مورد راست و ناراست هست در مورد اخلاقیات و همطور در مورد زشت و زیبا، همه این چیزها از قبل به بشر گفته شده و دیگه نیازی به کنکاش و جستجوی مجدد نداره. فقط کافی است اونها رو بیاموزه و چشم و گوشش رو به روی چیزهای دیگه ببند. چنین شخصی، چنین فردی که صادقانه دنبال چنین عقایدی باشه، نیازی به شنیدن دیگران نداره. اما متاسفانه این تنها منشأ ناشنیدن در جامعه ما نیست. ایدئولوژی‌های مدرنی هم که از فکر غربی، از سنت فکری غربی وارد جامعه ما شدن، همین خصوصیت رو داشتن و بلکه این خصوصیت تحت اون سنت فکری گذشتگان خیلی پررنگتر هم شده. به همین ترتیب شما میبینید اگر ما از ایده های چپ در جامعه خودمون بهره میبریم، این ایده ها به سرعت شکل مکتبی و ایدئولوژیک میگیرند. حتی افکار آزادی بخشانه و لیبرالی هم در جامعه ما شکل مکتبی میگیرند و تبدیل به یک ایدئولوژی سخت کوش میشن که حاضر نیستن چیز دیگری رو بپذیرن. به همین ترتیب میبینید که همونطور که ما در فکر دینی یا بنیادگرایانه آدمی حزب اللهی داریم، یعنی کسی که قرار نیست به چیز دیگری گوش بده، وقت میبینید که در سنت فکری مدرنش هم در این جامعه ما لیبراللهی داریم، مارکس اللهی داریم، سکولار اللهی داریم، کسانی که حاضر نیستن چیز دیگری غیر از اون عقاید و باورهایی که خودشون در مورد حقیقت و زیبایی و اخلاقیات دارن رو بشنون یا گوش بدن. اگر امروز نمایشی از شنیدن در جامعه ما وجود داره گهگاه، به این دلیل است که شنیدن و گفتگو کردن یک ارزش امروزی و دموکراتیک در جامعه ها و برای بسیاری از افراد قوی هست که خودشون رو از این نمایش دور بکنن، چون از پیش محکومن. اما پشت این فکر نمایشی واقعا فقط نمایش خوابیده، یعنی قرار نیست که من چیزی رو تغییر بدم، من قرار نیست دیگری رو بفهمم. مادامی که چنین اندیشه‌هایی در جامعه ما وجود داره، مادامی که چنین اندیشه‌هایی در جامعه ما گسترده باشند و افراد کم و بیش اونها رو باور کنن، به این ترتیب در جامعه ما هم از لحاظ معرفتی پایگاه و جایگاه چندانی برای گفتگو نمیمونه، چون گفتگو نیاز داره به اینکه من عمیقا باور کرده باشم که همه چیزها درباره حقیقت، در مورد اخلاق و در مورد زیبایی نزد من نیست. من نیاز به شنیدن دیگری دارم برای فهمیدن دیگری و برای بهتر فهمیدن خودم و همینطور برای تغییر اون چیزهایی که فکر میکنم نادرست است. اگر چنین باوری در جامعه نباشه، گفتگو هم از لحاظ معرفتی با مانع بزرگی روبروست.